چه کسی فکر میکرد روزی رضای میرپنج شاهنشاه ایران بشه و بتونه چون کوروش بزرگ بر تخت پادشاهی این سرزمین تکیه بزنه؟ سوالی که پیش میاد اینه که رضاخان از چه خانه‌ای و از کدوم محله تهران پا به کاخهای سلطنتی میذاره که نامش رو در دفتر تاریخ ثبت کنه؟ در بنایی متعلق به دوره قاجار، رضاخان پهلوی سالها زندگی کرد و در اونجا صاحب خانواده و 3 فرزند شد. جالبه حتی بدونید که زمانی که رضا سواتکوهی شاه ایرانم نبود، برای مدتی در این خانه قدیمی اقامت داشته. از عمر خانه رضاخان میرپنج بیش از 130 سال میگذره و در طی این سالها این خانه شاهد ماجراهای زیادی بوده. سلام، به کانال موجی شو خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو به سراغ خانه قدیمی رضا شاه پهلوی رفتیم که هنوزم در دل تهران پابرجاست. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما لطفاً قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. این خانه باصفای قاجار سرانجام میزبان رضاخانی میشه که خودش پایان سلسله قاجار رو رقم میزنه. گفته میشه که رضا میرپنج در طبقه دوم این خانه زندگی میکرده و طبقه پایینم استبل اسبهای او بوده. شمس، دختر بزرگ رضاخان، محمد رضا شاه و خواهر دوقلوش اشرف که به عنوان یکی از چهره های تأثیرگذار دربار پهلوی شناخته می شد، همگی در این خانه به دنیا آمدن. رضا خان در حیات این خونه و در مقابل پله ها عکسی با فرزندان خودش گرفته. در این عکس معروف، رضا خان دختر بزرگ شمس رو روی پای چپش و محمد رضا رو روی پای راستش نشونده و اشرف نیز کمی دورتر ایستاده. سالها بعد اشرف دختر رضا شاه پهلوی خانه پدری را به نخستین مرکز شیر و خورشید سرخ ایران تبدیل میکنه. قبل از انقلاب 57 جمعیت شیر و خورشید سرخ عنوان دیگری به این خانه میبخشه تا موزه استاد صنعتی چهره دیگر این بنا باشه. خود استاد هم طبقه بالا زندگی میکرد و همزمان مسئولیت نگهداری از موزه رو بر عهده میگرفت. بعد از انقلاب اسلامی به توصیه استاد صنعتی نام موزه تغییر میکنه و به موزه 13 آبان تغییر نام میده. در حال حاضر معاونت میراث فرهنگی و صنایع دستی به این خانه نقل مکان کرده. گذرگاه ورودی به حیات خانه سردری هلالی و آجوریه که در حال حاضر دری فلزی داره. حوض آبی و نسبتاً گودی هم در وسط حیات قرار گرفته، همراه با درختان سرسبز که منظره زیبای خانه‌های قدیمی رو به تصویر می‌کشه. ایوان این خانه 3 در داره و در طرفین ایوان 2 اتاق وجود داره. هر کدوم از این اتاق‌ها هم 3 پنجره دارن. جز پوشش گچی، تزیینات خاصی در داخل خانه دیده نمیشه. خانه قدیمی رضاخان هم به سبک خانه‌های همعصر خودش زیرزمینی داشته که احتمالاً مطبخش بوده. در سمت چپ حیات چند اتاق ساخته شده و در ضلع شرقی و جنوبی حیات دیواره‌های این بنا رو میتونیم ببینیم. در و پنجره‌های چوبی، تاخ‌ها و قوس‌ها، ستون‌های مقابل ایوان و حوض زیبای وسط حیات همگی نشان از سبک معماری قاجاری دارند. زمانی که خانه رضاخان در وضعیت ویرانی قرار گرفته بود، مرمت و بازسازی میشه. در این میان ویژگی‌های عجیبی از این خانه قدیمی کشف میشه. آهنایی که برای ساخت این عمارت به کار گرفته شدن اصلاً به هم جوش نخورده بودند. این آهنها به نحوی خاص روی هم قرار گرفتن. مصالح چوبی ساختمان هم علاوه بر این که سالهای زیادی از عمر اونها میگذشت، همچنان سالم بودن و هیچ آسیب دیدگی در اونها دیده نمیشد. به طوری که مثل روز اول میشد از این چوبها استفاده کرد. محل اقامت رضاخان در یکی از قدیمی ترین محلات تهران بوده. این خانه در محله عودلاجان قرار گرفته.
محله‌ای در تهران قدیم که روزگاری منطقه‌ای مرفه نشین و شلوغ محسوب می‌شده. در ابتدا بیشتر از 3-4 روم محله اودلاجان رو باغ و بوستان و مزار و زمین‌های بایر تشکیل می‌داد. اما با گذشت زمان چهره این محله اصیل دگرگون میشه. خانه‌ها و عمارت‌های زیادی در منطقه اودلاجان ساخته میشه و افراد زیادی به این محله راه پیدا می‌کنن. در دوران قاجار، محله اودلاجان جزو مناطق اعیان نشین تهران بوده. محله‌ای که نامش با فعالیت‌های گسترده اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پیوند خورده. اودلاجان جزو کلان محله‌های قدیمی شهر تهرانه که خاطرات زیادی رو در کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌های خودش جای داده. علاوه بر خانه رضاخان میرپنج، خانه‌های قدیمی زیادی در این محله وجود دارن و مشاهیر مختلفی هم در اودلاجان اقامت داشتن. خانه قدیمی پدر سالار رو همه ما قطعاً به یاد داریم. لوکیشن فیلم پدر سالار در محله اودلاجان تهران بود. علاوه بر رضاخانی که رضا شاه شد، یه اشاره کوتاهی هم به شخصیت‌های معروفی داشته باشیم که در این محله زندگی می‌کردند. سید حسن مدرس، چهره نامدار مشروطیت و نماینده مجلس شورای ملی، آیت الله بهبهانی از رهبران نهضت مشروطیت و ملک الشعرای بهار و پروین اعتصامی از شاعران برجسته معاصر، چهره‌های نام آشنایی هستند که روزگاری در خیابان‌های این محله رفت و آمد و زندگی می‌کردند. خاندان قوام الدوله در دوره فتلی شاه، خاندان مصطفی در دوره ناصرالدین شاه، نصیرالدوله بدر تاجر ثروتمند و معروف و اولین وزیر فرهنگ دوره پهلوی و همچنین پزشک دربار قاجار هم از ساکنان محله قدیمی اودلاجان تهران بودند. تهران، این پایتخت بزرگ، تنها در دود و ترافیک خلاصه نمیشه. محله‌های قدیمی تهران از جمله محله معروف اودلاجان هر کدوم جاذبه‌های تاریخی زیادی دارن که صحبت از اونها تمومی نداره. و دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.